درود گایز، من آریانم از چنل آرنیا آفیشیال. من امروز اومدم که آیفون 15 رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم با دیدن این ویدیو مثل من تحت تاثیر قرار بگیرید و اگر آیفون دارید آیفون خودتون رو آپدیت کنید و اگر اندرویدی هستید به آیفون رجوع بیارید. کمپانی اپل 4 تا محصول معرفی کرده: آیفون‌های معمولی و پلاس، آیفون‌های پرو و پرو مکس. خب با آیفون استاندارد معمولی بخوایم شروع کنیم، میتونیم از طراحی منحصر به فردش و رنگ جدیدی که پرزنت کردن صحبت کنیم. دوربین آیفون 4 پرو مکس رو به این آیفون‌ها اضافه کردن، صفحه نمایش روشن‌تر با رزولوشن بالاتر و 5 رنگ فوق‌العاده صورتی، لیمویی، سبز، آبی و مشکی خلاصه میشن. همچنین متریال جدیدی که کمپانی اپل برای آیفون‌های جدیدش استفاده کرده کاملا قابل بحثه و اونا از تکنولوژی نانو کریستال استفاده کردن. دوربین‌های جدید 48 مگاپیکسلی که به آیفون‌های معمولی اضافه شده فوق‌العاده و فوق‌العاده اونا رو جذاب کرده. قابلیت فیلمبرداری فوق‌العاده 4K 60 فریم بر ثانیه داره. همچنین شما میتونین قابلیت فیلمبرداری 3D داشته باشید با ترکیب دوربین واید و دوربین جدید که در اپل ویژن پرو ها به نمایش داده میشه. و خبر از همه جالب تر و شوکه کننده تر اینه که درگاه های شارژ آیفون های جدید منحصر به تایپ C هستن و شما مستقیما از موبایلتون میتونین ایرپادتون رو شارژ کنید. یه قابلیت جدیدی که به آیفون ها اضافه شده اینه که تو میتونی انتخاب کنی کدوم نقطه عکس رو برات فوکس کنه و تو بتونی پورتریت عکس بگیری. لنز دوربین ها کاملا تقویت شده و اتوماتیک عکس میگیره و تو منظره ها میتونید عکس ریالیستیک بگیرید یا وقتی با نور کم عکس میگیرید رنگا رو تفکیک میکنه. نمایشگر همچنان سوپر XDR هستش و هیچ تغییری در حال حاضر نکرده. کمپانی اپل این سری چیکار کرده؟ همه رو دیوونه کرده. رفته از یه سری متریالای بازیافتی محصولات جدیدش رو ساخته. به همین دلیل افزایش قیمت نداشته. و جالبه بدونید 100% باتری آیفون‌های جدید از آلومینیوم بازیافتی و مینبوردشون از 100% مس بازیافتی تشکیل شده. اگر هنوز به وجد نیامدی با من همراه باش. اپل این سری کار جالبی که کرده روی داینامیک آیلندش کار کرده و اون آپدیت کرده به صورت اینکه شما میتونید مولتی تاسکینگ از اون کار بکشید، یعنی اینکه در حالی که تو داری پروازتو چک میکنی میتونی بازیای بزرگ فوتبال رو دنبال کنی، موزیک گوش کنی و هزاران هزار کار دیگه. آپشن نیم دراپ رو اضافه کرده که در iOS 17 داشتیم. CPU این سری آیفون های جدید هستش که A16 و چیپست های A17 رو ارائه دادن که سرعت در گیمینگ خیلی بالاتر رفته. اگر بخوایم راجع به چیپست جدید A17 یا همون A17 صحبت کنیم بحث بسیاره. یک آپشن داره به نام Metal FX و یک آپشن داره به نام Ray Tracing.
ری تریسینگ قبلا در گوشی های سامسونگ به کار برده شده بوده و چون روی سخت افزار پیاده شده عملکرد بهتری رو در بازی داره و سرعت بالاتره و متال اف ایکس باعث میشه که رزولوشن بالاتری تو بازی ها داشته باشید و این چیپست به قدر هیولاست که اکثر بازی های کنسول رو ساپورت میکنه و حتی کنترلر پلی استیشن. خب بچه ها بریم بحث کنیم راجع به بدنه تیتانیوم آیفون که از تیتانیوم بازیافتی تشکیل شده که یه طراحی فوق العاده منحصر به فرد با 4 رنگ اصلی برای پرو مکس ها ریلیز شده. یکی دیگه از طراحی های فوق العاده جدید آیفون اینه که دکمه سایلنت خودشو حذف کرده و یه دکمه داینامیک و فول سمارت به اسم اکشن بادن اضافه کرده. به وسیله این دکمه جدید شما میتونید تمامی شورتکات های گوشیتون رو روش قرار بدید، مثلا ضبط صدا انجام بدید، عکاسی کنید یا اینکه نوت شخصی بنویسید. خب بچه ها اینم از برنامه امروز و من معمولا روی گجت ها به تکنولوژی کار نمی کنم ولی چون به کمپانی اپل علاقه شخصی دارم منو به وجه آورد و دوست داشتم تو قدرت خریدتون موثر باشم و تو انتخابتون در واقع موثر باشم و شما هم یکی از بچه‌هایی باشید که مثل من میرید این آیفون جدید رو بگیرید و این ربات زنده رو تو دستای خودتون لمس کنید. خب بچه‌ها به بخش پایانی این برنامه رسیدیم، امیدوارم لذت برده باشید. لایک، سابسکرایب و آل نوتیفیکیشن یادتون نره. دوستتون دارم تا برنامه بعد. فعلا.